در جهان امروز اهمیت آموزش در حد است که بسیاری از جامعه شناسان آن را مهمترین عنصر در ساخت یک جامعه موفق می دانند. و همچنان آموزش یکی از سرمایه‌گذاری های بلند مدت است که در سراسر عمر انسان پدیدار می شود. در افغانستان امروز برای مردم تا چه حد زمینه آموزش مساعد است؟ امروز روی این موضوع صحبت می کنیم، با کاروان همراه باشید. سلام، زه داود صدیقی یم او تاسو کاروان ګورئ. د انسانانو روزنه یوه پیچلې، اوږدمهاله او پراخه مسله ده چې زیاته پانګونه، منظم پروګرامونه او د بېلابېلو ټولنیزو ادارو همکاري او همغږي غواړي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هیواد دی، د نورو برخو تر څنګ د معارف په برخه کې هم له ځانګړو ستونزو سره مخامخ دی. خو له ستونزو سره سره په څو وروستیو کلونو کې د ښوونې او روزنې په برخه کې یو څه مثبت بدلون تر سترګو کېږي. په دې اکله له هرات څخه فاروق فیضی یو ریپورت لري. رشد معارف در شهر و ولسوالی های هرات همکنون 897 باب مکتب در ولایت هرات موجود است و نزدیک به 1 میلیون دانش آموز مصروف فراگیری درس و تعلیم. بر اساس گفته های مسئولان معارف هرات، این ولایت بعد از کابل دومین ولایت است که در چند سال اخیر معارف در آن رشد چشمگیری داشته است. معارف ولایت هرات در طول این 4 سال معارف اول افغانستان در تمام عرصه بوده. ما در قسمت مصرف بودجه عادی و انکشافی در سال گذشته 99.9% بودجه دستاشته خود مصرف کردیم. در بحث مسائل کیفیت و خصوص در بحث جذب شاگردای عزیز ما به تحصیلات عالی، بیش از 30-35% از کل شاگردایی که دسترسی را به تحصیلات عالی داشتند از در سال گذشته ما جذب پوهنتون ها و تحصیلات عالی را داشتیم. اینجا ولسوالی گذره یکی از ولسوالی های ناامن هرات که احتمال حضور مخالفان مسلح دولت هم در آن می رود، اما دروازه های مکاتب آن بر روی دانش آموزان پسر و دختر باز می باشد. خوشبختانه در سطح ولسوالی گذره 57,000 شاگرد دختر و پسر حضور دارند که از جمله 32,000 شاگرد دختر است که این تلاش های خود هیئت رهبری ولسوالی گذره، ریاست محترم معارف و معارف ولسوالی گذره به همکاری اولیای شاگردان که دیدن که واقعا معارف داره تلاش میکنه، کوشش میکنه، بنان اولاد دختر خود روان کردن. در این ولسوالی از چند بدین سو مرکز تربیه معلم نیز به فعالیت آغاز کرده و در اختیار معلمینی قرار دارد که از قرارجات دوردست گذره به خاطر ارتقاء ظرفیت به اینجا می آیند، خاصتا قشر اوناست. در اثر عواملی که به وجود می آید، او عوامل هر چیز شده می تواند. مسئولان معارف هرات همچنان مدعی‌اند که تمام مناطق این ولایت تحت پوشش برنامه معارف قرار دارد، حتی محلات صعب العبور. بیش از 750-800,000 شاگرد داریم که در کمیت از این 48% دخترها را تشکیل میده و 52% بچه‌ها را، که ما در اکثر ولسوالی ها به خصوص در ولسوالی اینجیل ولایت هرات 52% دخترها تشکیل میده و 48% پسرها را. از سوی هم شماری از دانش آموزان معارف هرات نیز از اینکه شرایط درس خواندن برایشان مساعد است چنین میگویند. از دیدگاه من که یک شاگردیم میبینم که واقعا هرات از نگاه معارف بهترین معارف داره. ای افغانستان ما کسته یک سرزمینی خیلی خوبی است و نموشه طالبی یک دیگه میان مثلا انتحاری من دیگه منه امینار از رئیس جمهور صاحب از خواهشمند استیم که امینار کم نظم مراعات کنیم که ما داینده بیتنیم یک بچه اولاد وطن یا چیزی باشیم. اما با آن هم کارشناسان مسائل فرهنگی از پایین بودن سطح کیفی معارف در افغانستان نیز اظهار نگرانی می نمایند. فاروق فیضی، هرات.
نن سبا په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ یو زیات شمیر خصوصي ښوونځي هم جوړ شوي چې د هېواد ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته یې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دا چې دا ښوونځي تر کومه بریده مؤثره دي او د زده کړو کیفیت یې څنګه دی، د نعمتال په ریپورټ کې به وګورو. د بلخ ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي نن سبا د بلخ په ولایت کې د څلور رشت خصوصي ښوونځیو په ګډون څه د پاسه 1500 ښوونځي فعال دي. چارواکي دغه ښوونځي د کمیت او کیفیت له پلوه د زده کړې په بهیر کې مؤثر بولي. مکاتب خصوصي یک بازوی فعال تعلیمات عمومی در جنب مکاتب ما به شمار میره که اینها همیشه و همیشه یک تعداد شاگردانی که فرزن میتونن مکتب دولتی درس میخوانن در مکاتب خصوصی درس میخوانن میتونن رو درس بخونن برند. فقط مکاتب خصوصی پالی راست طرف معرف قرار داره، همیشه با ما همکار است، همیشه در تقویت و کمیت و کیفیت و کاری ما همیشه با ما شریک هستند، لذا ما اونها رو به دقدر منگیریم. که څه هم د افغانستان د اساسي قانون له مخې وړیا زده کړې د هر وګړي حق دي، خو بیا هم ډیری زده کوونکي په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې غوره بولي او وایي ما فکر میکنم که مکتبای دولتی شاگرد بسیار عزت بسیار بیش از حد دارن، شاگرد بیش از حد دارن، نمیتونه کنترل کنه به حساب در یک سن در حدود 70-75 نفر شاگرد داره و نمیتونه کلشان رو زیر کنترل خود بگیره. فقط بعضی هاشون اگه زیر کنترل خود بگیره عموما کل شاگردان نمیتونه بعد برسونه. اما در مکتبای خصوصی که است در یک سن عدد اکثرش 25 شاگرد دارن و همین باعث میشه که بتونه 25 نفر داره و میتونه شاگردای خود برسونه. در پلیس مکتب خصوصی که در پلیس بچا فیس میپردن اصلا احساس مسئولیت میکنن و خود مکتب خصوصی میتونه درس به خوبی و راحت‌تر برای شاگردان تدریس کنه. پم دې توګه بیا د مزار شریف په ښار کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤل وایي د ښو کیفیت لرونکو خصوصي زده کړو لپاره د خلکو لیوالتیا ډیره ده، خو ډیری کورنۍ د اقتصادي کمزورتیا له وجې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته نشي لیږلی. مردم سخت علاقمند برنامه آموزش به شکل خصوصي است، چون امکانات بهتر است، رسیدگی بهتر صورت میگیره، به خواستای از اونا پاسخ مثبت داده میشه. منطقی که امکانات اقتصادی مردم در او سطح نیست، کمگانی صورت بگیره و نیازمندی بسیار زیاد است و تقاضا فوق العاده زیاد، علاقمندی هم بسیار زیاد است، بیش از هم. نن سبا په افغانستان که سلګونه خصوصی ښوونځي د زده کوونکو په روزلو بوخت دي او د ډیر شمیر زده کوونکو رضایت هم ترلاسه کړی. نعیم عطال، مزار شریف. د نړۍ په کچه نجونې او ښځې د نالوسته کسانو ډیره برخه جوړوي. له شلو څخه په زیاتو مخ په ودې هیوادونو کې د ښځو ترمنځ د بې سوادۍ کچه له 70% کې زیاته ده. نظر به سالهای گذشته حضور زنان افغان در مراکز آموزشی بیشتر شده، اما هنوز هم ناامنی ها و سنتی بودن جامعه شمار زیادی از زنان را از حق آموزش محروم کرده است. در مورد یوهانیز از کابل گزارش دارد. در افغانستان بعض خانواده است که نمیمان دختر خود و امی یا بچه خود میگن که کار کن، مثلا پیسه بیار. بسیار یک کار خراب است، یک غلط است. همیشه باید دختر بچه به مکتب برن و این باسه یک پیشرفتگی بسیار خوب به جامعه میشه. دخترای بخاطر ازی که ما بیوه بودم آمدم از ولایت، این دخترها رو در مکتب نماندم بخاطر که اقتصادم ضعیف بود، خودم خیاطی میکردم، یارم خیاطی یاد دادم و دیگه ای که در بیرون بچه ها و مردها دخترها رو اذیت آزار میکنند، از این خاطرم مردم گبدان هستن، از این خاطرم مانده نتانستم. شان حال پشیمان هستم که چرا یار در مکتب نماندم، باید میماندم تا معلم، مامور، دکتر، انجینیر چیزی میشدن به درد مردم خود میخورده. در چند سال اخیر شاهد حادثه های دلخراش از جمله به آتش کشیده شدن چندین مکتب دخترانه، اسید پاشی بر دختران مکتب در قندهار، حمله بر دو مکتب دخترانه در ولایت لوگر، مسمومیت شماری از دختران در یکی دو مکتب در شمال کشور، اختطاف ها و تجاوز های جنسی بر دختران و غیره از مواردی هستند که فامیل ها را واداشته تا مانع دخترانشان از رفتن به مکتب شوند. دخترها را اکثرا شما میفهمید که دشمنان افغانستان در افغانستان با چی کارهای نیست مسموم میسازن، مکاتب در میتن، شاگردها را تیزاب میزنن، چون دانش و فهم مردم هنوز به او قدر نرسیده و همی جنگای 30 ساله مردم بسیار زیاد به اصطلاح مشوش ساخته، بنان یک تعداد محدود به خاطر از این موضوعات هم مانی رفتن اولادشان به داخل مکتب میشه.
زنان و دختران غیور افغان با قبول این همه موانع و مشکلات تن به شکست نداده و با استفاده از امنیت نسبی در شهرهای بزرگ کشور و ولایت کشور به رفتن به مکاتب و آموزش و پرورش ادامه می دهند. در کنار مشکلات امنیتی، یک معضل اجتماعی دیگر یعنی ازدواج‌های زود هنگام نیز مانع مکتب رفتن دختران می گردد. اتر شاگرد بسیار کم معدود شاگرد داریم. حتما عروسی کرده، اجازه فامیلش نبوده. چون شرایط برش مساعد بوده یا دورتر از شهر کابل رفتن، اگر دولت هم برش حتما مساعد نبوده وقت یا طفل دار شده تر. حالا با این همه موانعی که سر راه رفتن دختران افغان به مکتب و ادامه تحصیل آنان وجود دارد، آیا دولت و مخصوصا وزارت معارف برنامه خاصی برای تغییر یا بهبود این وضعیت دارد؟ هدف در 3 سال آینده در بخش دخترهایی است. یک وعده ما با ملتی است که 3 میلیون طفل که اکثریتشان دخترها هستند، پالیسی و رهبری وزارت معارف و جامعه جهانی است که ای باید حق دسترسی به مکاتب داشته باشند. ازدیاد مکاتب است، بالا بردن متوسطه و ابتدای به لیسه است تا بتونیم در اوج خدمات معارف فرشان آماده بسازیم در دوره ثانوی، و ازدیاد دارالمعلمین ها در کل کشور برای دخترها است تا اونا مجبور به این نشوند که به ولایت های دیگه و یا ولسوالی های دیگه مراجعه کنند. با همه موانع و مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد، باز تلاش های دولت و نهادهای خصوصی را طی چند سال گذشته برای بازسازی نظام معارف و ارتقای سطح علمی این کشور نباید نادیده گرفت. عوامل چون ازدواج‌های زودهنگام، مشکلات امنیتی و اقتصادی، تهدیدهای مخالفان و عدم حمایت بعضی از خانواده‌ها، مشکلات عمده و اساسی بعضی از دختران افغان در به مکتب نرفتن آنان است. یوهانیس، تلویزیون کاروان، کابل. په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ یو زیات شمیر خصوصي پوهنتونونه هم جوړ شوي چې ګڼ شمیر ځوانان پکې لوړې زده کړې ترسره کوي. که څه هم په دغو پوهنتونونو کې د زده کړو د کیفیت په هکله کله ناکله پوښتنې رامنځته کیږي، خو بیا هم د لوړو زده کړو په برخه کې یوه لاسته راوړنه بلل کیږي. په دې هکله احمد ولی یوسفزی یو رپورټ لري. د اساسي قانون 44مه ماده وایي چې دولت مکلف دی تر څو د هیواد ټولو ځوانانو ته په وړیا توګه د لوړو زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په کابل کې لیدل کیږي چې د لوړو زده کړو د دولتي پوهنتونونو تر څنګ ګڼ شمېر خصوصي پوهنتونونه هم فعال دي او نږدې 50,000 محصلین پکې زده کړې کوي. په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون 100 تنه محصلین پوښتي چې څه لامل شوی چې د دولتي پوهنتونونو په شتون کې یې په خصوصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې پیل کړې دي. در جیجان روز کار میکنم و بعد از جیجان روز، یعنی بعد از تایم رسمی، بعد از ساعت 4 بجه من وقت زیر دارم که به تحصیل رو بیارم. سی پانتونونه دیر گرته وردی نظر دولتی پانتونو تا دولتی پانتونونه آقا جازم نلری، آقا پیسا مواد، آقا شایی چه محصل غاری یا محصل آقا لاست روی. پوهندوی محمد محسین فرید چې په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس دی وایي چې د لوړو زده کړو د وزارت تر څنګ او آزاد بازار ته په کتو سره د پانګه اچوونکو ترمنځ د خصوصي پوهنتونونو د جوړولو په برخه کې ښه رقابت روان دی. دغه سالم رقابت د دې لامل شوی چې د لوړو زده کړو د کیفیت کچه لوړه شي او ډېر ځوانان وشي کولای چې په ډېرې لیوالتیا سره لوړې زده کړې ترسره کړي. خدمات هغه دی چې د اوسني عصر او اوسني د جهاني میتود سره تدریس مخته بودي. نو دا زه ویلی سم چې په ټولو خصوصي تحصیلي مؤسساتو کې، البته په اکثریت مطلق کې، د تدریس پروسه تقریبا جهان ته نږدې دي. یوازې په روان کال کې له 150,000 څخه زیات د 12مو ټولګیو فارغانو د کانکور په ازموینه کې نمونه ثبت کړي وو، خو له دې ډلې څخه یوازې 45,000 ځوانانو د دولتي لوړو زده کړو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړې ده او پاتې یې بې پایلې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان پوهنوال عبدالعزیز نوربخش وایي چې د لوړو زده کړو وزارت له ټاکلي معیار سره سم د لوړو زده کړو ټول پوهنتونونه مخ په وړاندې ځي. د یو ټاکلي پلاوي له لورې د خصوصي پوهنتونونو چارې څارل کیږي. تر دې مهاله له کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي. همیشه نظارت و کنترول از این مؤسسات به صورت بسیار شدیدش ادامه داره و مطابق با اونمو مقرری که در این خصوص وجود داره که عبارت از مسئله استادان است که استادان دائمی هست که حداقل به سوی ماستر باید تدریس بکنن و همچنان مسئله جایشون از مسئله لابراتوار و مسئله کتابخانه هست. از این جهت ما فکر میکنیم که با وجود آمدن خود این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، تعداد زیاد از جوانای ما در گوشه و کنار افغانستان که اونجایی که این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جواز فعالیت گرفتن، اینا آموزش میبینن.
له دولتي په هنتونونو څخه د محصلینو یو ګیله دا هم ده چې د تدریس کچه ډیره ټیټه ده او هغه ټکنالوژي په دولتي په هنتونونو کې کم لیدل کیږي چې په نورو بهرنیو هیوادونو کې محصلین ورته په اسانۍ لاسرسی لري. د افغانستان ډیر ځوانان له اقتصادي ستونزو هم سر ټکوي. د خصوصي زده کړو د په هنتونونو یوازنې ځانګړنه دا هم ده چې د ورځې په اوږدو کې ځوانان کولای شي د زده کړو ترڅنګ دند هم ترسره کړي. احمد ولی سبزی، کاروان تلویزیون، کابل. کاروان به نظریات شما عرض می‌گذارد. به همین منظور در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، وب او ایمیل لاری لمکسره به هر ځای او هر وقت که اړیکه نیولی شوید. کاروان ساسی ورندیزون او نیوکی پا فام که نیسی. سپاسگزاریم از تمام شما دوستان و عزیزانی که از طریق اینترنت کاروان را تماشا میکنید و نظریات خود با ما در میان میگذارید. هفته گذشته در مورد هنر در افغانستان گزارش‌های داشتیم. بیننده ما محمد عارف فراستی از هرات در صفحه فیسبوک کاروان نوشته: هنر از گذشته‌های دور در این سرزمین وجود داشته و مردم افغانستان به هنر اهمیت زیادی قائلند. تشکر، همیشه منتظر نظریات شما هستیم. داستان‌های کسانی که برای سم دادن زندگی ما و جامعه و سوی بهبودی کارهای بی‌نظیر را انجام می‌دهند، در اطراف ما و شما و تمامی نقاط جهان اتفاق می‌افتد. کاروان می‌خواهد همین داستان‌ها را به شما برساند. دیدن و شنیدنش وظیفه شماست. بخش جهان شما: افزایش تخم‌های بذری اصلاح شده در هرات، خدمات عالی طب دندان در کابل و خسارات طوفان سندی در شرق امریکا. با همین گزارش آغاز میکنیم. این هفته ایالت‌های شرق امریکا شاهد یک طوفان شدیدی بود که باران‌های شدید، تندبادها و در بعض مناطق برفباری را با خود همراه داشت. این طوفان در مسیر خود باعث جاری شدن سیلاب‌ها، قطع شبکه‌های برق‌رسانی و ترانسپورتی گردیده و زندگی را در چندین شهر بزرگ مختل کرده است. در مورد یک گزارش داریم. روسته لاغه چه ولسمشر باراک اوباما د نیو جرسی د والی کریس کریستی سره په هلیکوپټر کې د توپان ځپلو سیمو د تاوانونو جاج واخیست. د نیو جرسی او د نیویارک میلیونونو خلکو ته یې ډاډګیرنه ورکړه. کاغلی اوباما د هغو کورنیو سره چې د توپان له امله یې خپل عزیزان له لاسه ورکړي د هیواد په استازیتوب خواشینی څرګنده کړه او د نیو جرسی د توپان ځپلو اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې حکومت به ورسره مرستې وکړي. موږ ستاسو دپاره دلته راغلي وو او تاسو به هیر نه کړو. موږ به تر هغه وخت پورې ستاسو هر اړتیا پوره کړو تر څو چې ستاسو کورونه بیا نه وي رغول شوي. همدارنګ ولسمشر د ګاز او برېښنا شرکتونو ته هدایت ورکړی چې توپان ځپلو ته د برېښنا رسول خپل لومړیتوب وګڼي. د نیو جرسی والی کریس کریستی چې یو جمهوري غوښتونکی دی او تل به یې ولسمشر باندې نیوکې کولې، توپان ځپلو ته د باراک اوباما عاجل غبرګون وستایه. ما او د امریکا ولسمشر له یکشنبې راهیسې شپږ ځلې خبرې کړي دي. دا ماته د هغې اندېښنې، پاملرنې او علاقې کچه څرګندوي چې زما په اند یو مشرې باید په داسې حالاتو کې ولري. ولسمشر اوباما بیا د یو پناه ځای نه لیدنه وکړه چې د توپان په شپه لږ تر لږه یې 200 تنو ته پناه ورکړې وه. د دغه مرکز یو رضاکار مایکل فیلی وایي: ولسمشر ډیر ښه سړی دی. د 20 دقیقو لپاره دلته راغلی و، خو په دې ځای کې هر یو ته جلا جلا لاړ او خبرې ورسره وکړې. د سندی توپان په امریکا کې 45 کسه وژلي او په میلیونونو خلک برېښنا نه لري او تر ځمکې لاندې او هوایی ترانسپورتي سیستم یې ګډوډ کړی دی. د سندی توپان له امله د امریکا په شمال ختیځ کې لا هم څه د پاسه 6 میلیونه کورونه او سوداګریز ځایونه برېښنا نه لري. دندان سالم و لبخند زیبا خود نعمت است. نداشتن دندان به علت اثراتی که بر عملکرد دهان و شرایط روحی و روانی ما میگذارد نوع معلولیت محسوب می شود. اما اگر شما دندان خود را از دست دادین، دیگر مهم نیست، چون شما می توانید دوباره صاحب دندان شوید. اینکه چگونه در گزارش یوهانیز می بینیم. نداشتن دندان باعث مختل شدن وظایف جوف دهن شده و از زیبایی صورت نیز می کاهد. اما علم طب راه کارای برای من توصیه می کند و آن ایمپلانت یا غرس دندان است. غرس دندان عبارت از یک پروسه جراحی است
که تیتانیوم یا فلز در به شکل جراحی داخل فک غرس میشه و پروسیجر توسط سیستم انستیزی موضعی صورت میگیره و مریض احساس درد نمیکنه. پروسیجر میاد پروسیجر عملیاتی ازی برای 20 الی نیم ساعت میباشه و بعد از اون مریض میتونه تکلم کنه، گپ بزنه، تکلم کنه، غذا بخوره و به کار عادی روزمره خود میتونه که مشغول شود. پیچی که در داخل استخوان فک غرس می شود، تیتانیوم از جمله فلزات نجیب است و بعد از طلا گران قیمت ترین فلز به شمار می رود و چون سبک، مقاوم و خاصیت تطابق با بدن را دارد، توانسته جایگزین خوبی برای دندان باشد. شما می بینید که ایمپلنت نظر به اندازه خود فک و ریشه دندان محاسبه صورت می گیره و بعد از او غرس می شود در داخل فک و مرحله بعدی از این کراون است یا پوش است که چیز است نصب میشه و شما مشاهده میکنین که به شکل طبیعی به این شکل یک دندان وجود داره. امروزه ایمپلانت یا غرس دندان برای این به کار میرود که همانند یک دندان طبیعی زیبا و کارا است و دوام برابر با دندان طبیعی دارد. شایان ذکر است که در بسیاری از بیماران طی مطالعات دراز مدت نشان داده میزان موفقیت عملکرد ایمپلانت در فک پایین 95% و در فک بالا 93% است. که به شما کامندم گفتنی امو دندانی که نیستک امو را میتونیم جای زور پر کنیم توسط دندانای پیچی. باز ما پیش از اومدم و تقریبا 20 دقیقه را در بر گرفته که عملیات ازیا با انستیزی که موضعی و من کدام تکلیف را نیدم تا میت نفهمیدم. اینا که من قسم میکردم من نفهمیدم و گفتم خلاص شد. بنابراین با بهره‌گیری از روش‌های جدید و تکنولوژی روز دنیا، دانش ایمپلانت آنچنان گسترش یافته که بیماران نگرانی‌های قبلی خود را نسبت به نتیجه درمان، موفقیت درمان و یا درد و تروماهای ناشی از کاشت دندان برای همیشه فراموش خواهند کرد. طوری که در گزارش هم دیدید، ایمپلانت به معنی کاشتن است و ایمپلانت دندانی به طور معمول قطعات از تیتانیوم است که برای جایگزینی دندان در فک قرار می‌گیرد و حالا اولین کلینیک ایمپلانت در افغانستان ساخته شده و افغان‌ها نیز از این پیشرفت علم طب دندان بهره مندند. یوهانیز، تلویزیون کاروان، کابل. تخم‌های بذری اصلاح شده در هرات افزایش چشمگیری یافته است. مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات میگویند 40% تخم‌های اصلاح شده گندم که مورد ضرورت کشور است در ولایت هرات تولید گردیده و به اختیار دهقان قرار می‌گیرد. در مورد گزارش داریم. اینجا گودام یا محل نگهداری گندم های اصلاح شده بذری می باشد که در آن صدها تن گندم وجود دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات، در سال روان تخم های بذری اصلاح شده این ولایت افزایش چشمگیری یافته است. تا جایی که 40% گندم اصلاح شده مورد ضرورت افغانستان تنها در ولایت هرات تولید می شود. هرات ظرفیت و توانمندی تولید 40% تخم بذری افغانستان دارا بوده. البته هم امسال ما شاهد از این هستیم که ولایت نیمروز کاملا از ولایت هرات خریداری کرد، ولایت بادقیس از هرات خریداری کرد، ولایت قور حتی تقریبا یک اندازه اونا از هرات خریداری کردن و حتی دیگه ولایت افغانستان هم که اونا به کمبود تخم مواجه بودن اونا مراجعه به کمپنی های تولید تخم بذری هرات مراجعه کردن و تخم بذری مورد نیاز خود از ولایت هرات تهیه کردن. هم اکنون در شهر و ولسوالی های هرات 10 شرکت تولید تخم های بذری اصلاح شده وجود دارد که همه ایشان نیز فعال هستند. خوشبختانه در ولایت هرات نو کمپنی یا نو شرکت تولید تخم بذری شکل خصوصی البته در ولایت هرات و یک تصدی تخم بذری دولتی البته که مستقیما به راهنمایی اداره زراعت اینا کار میکنن. این موتر حامل تخمای بذری اصلاح شده است که به سمت ولسوالی کروخ هرات در حرکت میباشد تا گندم های اصلاح شده را به اختیار دهقان قرار دهد. از سوی هم کارشناسان مسائل زراعتی روند توزیع تخمای بذری اصلاح شده را در امر میکانیزه شدن و رشد زراعت در هرات مؤثر می خوانند.
تخمای عنعنوی یا تخمای محلی که ما کشت میکردیم حاصلات از او سطح حاصل از او خیلی پایین بود. و حال تخمای اصلاح شده که آمده تخمای بذری اصلاح شده چون سطح حاصلات از این بالای هم از یک طرف ازدیاد محصول و هم رشد اقتصاد خود مملکت میشه و هم باعث رشد اقتصاد فامیل دهقان میشه. چون به خاطر از اینکه این تخم در مقابل امراض و آفات گفته مقاومت داره. برنامه تولید تخمای اصلاح شده بذری از 10 سال به این طرف در ولسوالی های هرات آغاز یافته و مکنون بر علاوه هرات شماری از ولایات دیگر افغانستان نیز از تخمای بذری اصلاح شده این ولایت استفاده می کنند. فاروق فیضی، هرات. حمید رحیمی مشتزن افغان حریف تانزانیایی خود را در نخستین مسابقه بوکس حرفه‌ای در افغانستان شکست داد. این رقابت در خیمه لوی جرگی کابل برگزار گردیده بود و بیش از 2000 تن تماشاچی برای دیدن آن آمده بودند. در مورد گزارش کوتاهی داریم. نخستین مسابقه مسلکی جهانی مرزنی که با پیروزی ورزشکار افغان به پایان رسید از سوی مردم در داخل و خارج افغانستان استقبال گرم شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز که با تماشای این بازی نشسته بود ضمن پیام تبریکی به حمید رحیمی از سید میبل و ورزشکار تانزانی قدردانی کرده که در افغانستان به بازی پرداخت. اگرچه برگزاری مسابقه جهانی مرزنی در افغانستان یک خیال بود، مگر حمید رحیمی ورزشکار افغان توانست با برگزاری این مسابقه پیام و آرمان صلح مردم افغانستان را به جهانیان برساند. ما بسیار خوشحال هستیم که برای بار نخست در افغانستان همچو مسابقه آغاز میشه. یک کاخ هستم که از حد تیر از اندازه تیر هستم. صلح از آرزوی دیرینه مردم افغانستان به شمار می رود. مردم این کشور آرزومند هستند که با برگزاری همچو مسابقات جهانی در افغانستان در برقراری صلح مفید واقع شود. د صلح او د ورورولۍ د اتفاق اتحاد، این یک پیام برادری، صلح و اتحاد است برای کشورهای دیگری که ما به جای بم و انفجارات همچو جنگ صلح را می‌خواهیم. با برگزاری اولین مسابقه جهانی مرزنی در افغانستان، مرزنی مسلکی نیز آغاز گردید. حمید رحیمی ورزشکار افغان میگوید برگزاری مسابقه مبارزه برای صلح یگانه آرزوی وی بود و پس از این میخواهد که با برگزاری مسابقات ورزشی با جوانان افغان کمک نماید. این یک آغاز بود. این کمربند از شماست، از تمام افغانستان است. بسیار تشکر، دوستتان دارم. حمید رحیمی با شکست دادن سید میبل و نه تنها از کمربند قبلیش دفاع کرد، بلکه قهرمان سازمان جهانی مرزنی یا انترکانتیننتال در وزن متوسط نیز شناخته شد. حمید رحیمی با کسب قهرمان این کمربند توانست برای بار 21 نام افغانستان را در تاریخ ورزش مرزنی مسلکی جهان ثبت کند. داود دیونه کاروان هیله ده چه دی خبرونه طول مطلبونه مو دی پانوار گرزی دلی بی دی خبرونه پا ورستوی شیبو که غوارم یادوانه وکرم موگ دی خبرونه دی لاخ والی لپاره از تاسو دی ورندیزونو او نیوکو پتامیو تاسو دی انترنت لاره تل کولشه زمون خبرونه پا یوتیوب، فیسبوک او دی امریکا که پا بپانو که وگوری او پاره خپل نظر بولی که هیله ده چه تل موگ سره مل ووسه تر بیا الله ممال شه.